خوش آمدین عزیز تعداد، صبح همتون بخیر و خوشبختانه باز هم میماندار هستیم. آقای سمون مل عبدالحدود خیرخواه با ما هستن که ایشان مدیر عمومی پلان و پالیسی اداره ملی ترافیک هستن. موضوعی که انتخاب کردیم رعایت نکردن مقررات ترافیکی از سوی رانندگان که بیشتر روی موضوع صحبت های میداشته باشیم. و سلام، صبحتان بخیر آقای خیرخواه، خیلی خوش هستیم شما در کنار خود داریم. تشکر، سلامت باشین. خب میخوایم بیشتر صحبت ها داشته باشیم در مورد رعایت نکردن مقررات ترافیکی از سوی رانندگان در شهر کابل که حالا همه میدونن نظام خیلی زیاد است، اگرچه قرنطینه هست، رمضان هست، اما باز هم ازام به حد است که واقعا مشکل ساز است. پس از شما بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. مراد نمودن قواعد مقررات ترافیکی در نظام ترافیکی یک کشور از جمله پرنده های است که به واقعیت مسئولیت و سیانت ترافیکی را، یعنی مسئولیت جانی و مالی تمام شامل ترافیکی را به بار میاره و این کاملا یک موضوع است که در تمام کشورهای جهان بالای از این بسیار فوکس صورت میگیره و خاصتا مسئولین نظام ترافیکی کشورشان یا کشور ما در این راستا باید بسیار به صورت دقیق و به صورت بسیار مضبوطانه این معلومه را باید تحت پیگرد قرار بدن. بخاطر از اینکه هر قدر که قواعد و مقررات ترافیکی از طرف شاملین ترافیک با کلیه امون نرما و استانداردهایش که لازمه تعیین شدهش مراعات گردد، عملی گردد، قانون ترافیک حاکم باشه، با امو اندازه جاده های ما، ساحات ترافیکی ما از مسئولیت ترافیکی برخوردار می باشه و شاملین ترافیک می توانند در یک فضای باز ترافیکی، در یک فضای مسئول ترافیکی آری از هر نوع خطرات، بی‌نظمی ها، تخلفات، تصادمات و بالاخره حدوث حادثات ترافیکی به سیر و حرکت بپردازند. ولی واقعا خوب آخه خیر، خب بعضی ها هستن زمانی که دیگه ازدحام میبند میمونن یا هم ازدحام خیلی زیاد میباشه رابندی میباشه به صورت، یعنی اگر ما میانه بگوییم رابندی زمانی که زیاد میباشه یا ازدحام میشه آرند خیلی زیاد میکنن و همون باعث میشه که دیگرها کم حوصله میشن، هیچ کمی در مشکلات زیاد رو به بار بیارن. خوب یک دریور زمانی که به رانندگی میپردازه داخل جاده میشه، یکی از خصوصیات اخلاق ترافیکی یا فرهنگ ترافیکی امو است که دریور باید با سلوک بسیار نیکو قواعد ترافیکی را مراعات بکنم که اصلا مراعات نمودن قواعد ترافیکی خود مبین داشتن یک فرهنگ ترافیکی است که متاسفانه اکثریت راننده های محترم ما فرهنگ ترافیکی ندارن و وقت ندارن. ما در فقدان و در خلای بسیار عمیق و پیچیده فرهنگ ترافیکی قرار داریم و همین معضل باعث شده که نظام ترافیکی ما با چالش های گوناگون مواجه شود و مرد آرن نمودن یک راننده زمانی که آرن میکنه این راننده قبل از اینکه جواز رانندگی رو بگیره برازی از طرف استادایی که مسئولیت تدریس قواعد مقررات ترافیکی را هین گرفتن جواز رانندگی در کورس رانندگی در ترافیک مسئولیت دارن، اینا بر از اونا کاملا تدریس میشه که آرن در کدام مواقع باید از طرف راننده استعمال شد و این در قانون ترافیک کاملا مسجل شده که آرن در کدام زمان، در کدام موقع، در کدام حالات باید راننده از او استفاده به عمل بیاره که باعث خلال ذهنیت یا خلال اعصاب ترافیک مقابل خود یا ترافیک جانبی خود یا ترافیک عقبی خود نشوه و که متاسفانه اکثر راننده ما این رو مراد نمیکنن، در هر جایی که دلشان شد آرن میکنن، حتی یک راننده که در مقابلش قرار داره و راننده عقبی خوب میفهمه که بنابر اینی دلیل امی راننده پیش روی ما متوقف شده و هر زمانی که امی موانع از سر راه دور شد ای حرکت میکنه، علی رغم امی که این موضوع را هم درک میکنه و میفهمه باز هم آرن میکنه که آرن کردنا خود مبین اخلاق بد ترافیکی دینا است.
بله واقعا اشاره خیلی خوب داشتن آقای خیرخوا. خوب میخوای میره هم بپرسیم که رعایت نکردن اشاره ترافیکی چقدر میتونه مشکل ساز باشه رانندایی که رعایت نمیکنن. خوب اشارات ترافیکی خودش یکی از قواعد الزامی است، الزامی به این معنا که وقتی که ما الزامی میگیم او جبری میشه، یعنی قانون او را جبران با حکم قانون است که باید تمام راننده او را به صورت جبری باید قبول بکنند. یعنی پلیس ترافیک و پلیس ترافیک هم مکلفیت میبخشه که تمام مراعات نمودن قواعد ترافیکی را یا مراعات نمودن اشارات ترافیکی را باید بالای شامل ترافیک به صورت جبری تطبیق بکنن، عملی بکنن. و راننده مکلفیت دارن زمانی که با اشارات دستی پلیس ترافیک مواجه میشن یا زمانی که بس در چاره هایی که سیگنال های برقی ترافیکی وجود داره و دو چاره های موقت میگیرن، باید مطابق به همو هدایات متصاطری پلیس ترافیک یا همو راهنمای سیگنال ترافیکی باید اینا عمل داشته باشن. و اگر خلاف از عمل میکنن اینا حتما مرتکب یک تخلف میشه که ارتکاب تخلفات باعث با وجود آمدن خطرات ترافیکی برای سایر شامل ترافیک میشه. که دمی راستا هم یک تعداد هموطنان عزیز ما با وقت که سیگنال های ترافیکی رو مراعات نمیکنه، خوب قواعد ترافیکی را که شامل وقتی که شامل جریان ترافیک میشن یا به سر حرکت میپردازن قواعد ترافیکی را اکثریت مراعات نمیکنن. اما سه مراد نبودن سیگنال، عدم مراد نبودن ادعاد سیگنال ترافیکی ای بسیار خطرناک است و اگر راننده ای را مراد نمیکنه تقریبا امکان داره که بسیار زیاد مرتکب یک حادثه ترافیکی شد. خب حالا زمانی که باید رعایت شود یا هم مراد شود دلیل در چی هست که رعایت نمیکنن و مراد نمیکنن که باید قانون و قاعده و ترافیکی باید مراعات شود در کل زمانی که کسی میخوانه و میاموزه مسلکی مهم است که باید رعایت همچنان کنند. بله خوب نمیدانم که وقتی که یک راننده اصلا در نظام ترافیکی کشور ما کسی که جواز رانندگی نداره و حق رانندگی رو نداره و زمانی کسی جواز رانندگی رو وقتی به دست میاره که او شامل کورس آموزش قواعد ترافیکی را شوه و این کورس باید موفقانه سپری بکنه و جواز رانندگی رو به دست بیاره. وقتی که اینا من داخل کورس میشن تقریبا در مدت یک هفته یا دو هفته که همین دروس بالاشون تدریس میشن، اینا تماما این موضوعات هایی که الزامی است، موضوعات هایی که قواعد اساسی حرکت، قواعد اساسی که مسئولیت ترافیکی رو در بالای جاده بار میاره، قواعدی که در رابطه با سیانت جانی و مالی راننده و سایر شاملین ترافیک از ممیدیت خاص خود برخوردار است، مطابق با قانون ترافیک جاده از طرف مربیان برایشان تدریس صورت میگیره که اینا ایر آموزش میبینن، میدانن، میفهمن. اما زمانی که بالای جاده اینا بر رانندگی میپردازن عملکردشان متغیر است نسبت به آموزه هایی که اینا آموزش دیدن. و این نمیدانم که چرا اکثریت راننده های ما حتی از زمین عدم مراد نبودن قواعد ترافیکی اینا حظ میبرند، لذت میبرند و یک تعداد قصدن قواعد مقررات ترافیکی را مراد نمیکنند که خود یک چالش و یک مشکل بسیار بزرگی را برای ترافیک کابل خلق میکنه. واقعا خب آقای خیر، خب به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما یک پرسش رو داشته باشیم. او همین است که زمانی که اشاره ترافیکی خودش کار نکنه مشکل ساز نیست؟ خب این هم کاملا یک دلیل کاملا معجز، وقتی که خود اشارات ترافیکی یا سیگنال های ترافیکی معروض به عوارض میشه و ای از کار فعالیت میفته، مثلا بعض گروه همی فازا از کار میفته یا مثلا برق در داخل سیستم تکنیکی از جریان نمیداشته باشه یا موقتی میباشه ای از کار میفته، خود از این کامل خود یک معضل بار میاره. و ما اداره ترافیک کابل مکلفیت داره که تمام سیگنال های ترافیکی را تحت مراقبت جدی خود قرار داده بده و هر زمانی که در هر سایه که
یک سیگنال ترافیکی معروض به عوارض تکنیکی میشه، باید عاجل به رفع بپردازه. بله، ممنون از شما بخیر قاضی که تشریف آوردین، ممنونتون. و فعلا هم بخش درمان هست، حتما تماشا کنین و موضوعی را که ما انتخاب کرده بودیم یک به یک روش به خانش هم گرفتیم و بحثی هم داشتیم. تا برنامه بعد، یار بعد، الله یار مددگاری، تامیه شما خوب و نیسان.